امروز 15 اردیبهشت 1402 ما در همایش خامگیاخواری کاشان هستیم در خدمت جناب آقای محمد رجبی و خواهرش. این صبحانه ای رو که اینجا ملاحظه میکنید، این قسمتش تفوی نخوده. جناب آقای پرنیان این تفوی نخود رو درست کردن، درست آقای پرنیان؟ بله، درود بر شما. اینو چطوری درست کردین؟ دستورش رو میتونید بهمون بگید؟ بله، من تفوی نخود یا پنیر نخود که من نخود رو به مدت 48 ساعت بذارید بخیسه تا گازش خارج بشه، بعد از اون با یک میکسر تند چرخش کنید، یه مقداری پودر موسیر، یه مقداری هم آب لیمو ترش تازه اگه دوست داشتید و کمی نمک اضافه کنید و این رو در قابلمه بریزید، بذارید روی آتش و مرتب همش بزنید تا اون آبهایی که بهش اضافه شده ازش خارج بشه. من این توفو یا نخود یا پنیر نخود رو از کتاب نخود برتر از گوشت نویسنده دست نوشته آقای دکتر حق پرست یاد گرفتم و این رو به عنوان یک غذا درست میکنم. خیلی زیاد هم درست میکنم و غذای بسیار مفید که نخود در بهترین حالت طبق نوشته ایشون حدود 24% پروتئین داره، در صورتی گوشت در بهترین حالت 18% پروتئین داره و این میتونه علاوه بر این که حالا اون مقدار آبی هم که 1/15 مقدار آبی لازم داره که به وجود بیاد، چون اون آب گوشت برای 1 کیلو گفتن که حدوده گوشت گاو 15000 لیتر آب احتیاج داره و نخود 1000 لیتر، یعنی 1/15 کمتر. و گفتم که اگر شما فقط 1 کیلو گوشت گاو پرورش بدی حدود 7 کیلو پروتئین مثل سویا و نخود واسه بدی به گاو بخوره تا 1 کیلو گوشت بهت بده، ولی این برای شما خیلی ارزان‌تر و راحت‌تره. خب چرا از این استفاده کنید؟ من این رو توی گوگل گذاشتم، طرز تهیه‌اش رو به نام همون پنیر نخود که اگه سرچ بکنید تصویر ما میاد بالا و اونجا شما میتونید ببینید و طرز تهیه‌اش اونجا گذاشتم برات. ممنون جناب آقای پرنیان، ممنون از لطف شما. پنیر نخود یا توفوی نخود دوستان، مقدارش دست خودتونه. فرض کنیم از 1 لیوان با 1 لیوان نخود خشک شروع کنید. 1 لیوان نخود خشک رو بریزید داخل آب، بذارید بخیسه 48 ساعت بمونه تا خوب خیس بخوره و چند مرتبه آبش رو عوض بکنید، بریزید دور و بعد بیاید اون نخود خیس خورده رو با یه مقداری آب که تقریباً 2 لیوان یا 1.5 لیوان آب رو با داخل میکسر بریزید و بذارید هرچی میکسرتون تندتر کار کنه، سریع کار باشه، دورش بیشتر باشه، شما بهتر میتونید اون توفو رو درست بکنید چون باید حسابی نرم بشه. بعد طعم دهنده هایی رو که خودتون دوست دارید، مثل زیره، مثلا سیر بعضی دوست دارن، بعضی نعنا دوست دارن، بعضی موسیر دوست دارن، هر که طعم دهنده که دوست داره با مقداری نمکی که لازمه هست اضافه بکنید و اون رو به عنوان یک غذای بسیار عالی برگردونید. یک مایه ماستی به دست میاد، ماستی شکل یه مقدار شد، اینو برگردونید داخل قابلمه بریزید، بذارید رو اجاق و مرتب هم بزنید که ته نگیره. نکتهش اینجاست، مرتب هم بذارید که ته نگیره. صفر که شد، یعنی آباش که از دست رفت و صفر شد، اون رو بردارید و قالب بگیرید و بذارید دمای اتاق بمونه. صفر میشه مثل همین پنیری که الان خدمتتون بودیم من روش نشان کردیم، عین این براتون در بیاد. حالا اگه دوست داشتید سفیدتر از این باشه توش زردچوبه نریزید، اگه دوست داشتید رنگ این باشه زردچوبه بریزید و در خدمت شما هستیم. و این رو من این پنیر و دستورش رو توی گوگل هم گذاشتم، اگه سرچ کنید پنیر نخود پرنیان فود اون میاد بالا و شما میتونید اون رو ببینید. و این بهترین راهش هم آسان‌ترین راهش این است که از کتاب های دکتر اقفرهست استفاده بکنید و کتاب نخود برتر از گوشت رو بخونید، اونجا هست دستورش رو گذاشته ایشون زواسی کشنه قبلا و اونجا گذاشته و من از همونجا برداشتم. حالا
من نمیدونم از آقای دکتر مهراز باید تشکر بکنم یا من عذرخواهی بکنم که نه کار خوبی کردی قربان باعث افتخار منه سپاسگزارم که به حال شما این زحمت کشیدید احساس میکنم آدم مفیدی بودم متشکرم من واقعا به شما افتخار میکنم و خوشحالم که این زحمت رو کشیدید